أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. به یمن ایمان، به فر ایران، به مهرمانای ایرانی، به شور کارآزموده عشق، برای رویای انسانی، بلند پرواز قاف و قله همای را آشیان بلند است و دست ها شد همیشه تا آسمان بلند است. بخوان به ناپرین آهن نشان علم و فن و فرهنگ نماد همت ایرانی روح صنعتی گلرنگ روح صنعتی هست کلید در اسرار حکیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده جان آفرین، عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت یکایک شما بزرگواران، مدیران محترم، مدیران ارشد گروه صنعتی گلرنگ و تمام مدیران عزیزی که امروز در این سالن حضور پیدا کردید. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی رو در کنار همدیگه سپری کنیم، روزی که میتونه قطعا ارزشمند بشه برای یکایک ما. خیر مقدم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر فضلی، مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ و تمام مدیران محترم که وقت با ارزش خودتون رو اینجا و در کنار ما سپری میکنید. باعث افتخار بنده است که امروز در کنار شما عزیزان حضور پیدا کردم و با توجه به برنامه‌های ویژه‌ای که تدارک دیده شده، مطمئناً میتونه امروز یک روز متفاوت برای همه ما باشه. اجازه بدید که تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از تمام کسانی که تلاش کردن تا این برنامه شکل بگیره. در درجه اول از طرف خودم و از طرف تمام عزیزان، به نمایندگی از تمام عزیزان تشکر میکنم از جناب دکتر فضلی که اجازه دادن و این شرایط رو فراهم کردن که این گرده همایی صورت بگیره، و بعد از اون سپاسگزاری میکنم از تمام همکاران خوبمون در بخش منابع انسانی، در بخش بازاریابی، روابط عمومی گروه ها که تلاششون رو کردن برای برپایی این برنامه. و البته اجازه بدید یک وقت بخیر، روز بخیر هم تقدیم کنیم به همه عزیزانی که امروز در جمع ما حضور ندارند اما از طریق کانال اینستاگرام گروه صنعتی گلرنگ به صورت زنده بیننده این برنامه هستند. دوستان خوب و همراهان عزیز، مطمئن میدونید که امروز میهمان ویژه برنامه ما جناب آقای برایان تریسی هستش که قطعاً موفقیت های ایشون تاثیرگذار میتونه باشه برای همه ماهایی که شاید احساس کنیم راه پر پیچ و خمی رو در مسیر تلاش و موفقیتمون داریم. فکر میکنم میهمان ویژه ما کم کم داره حضور پیدا میکنه در سالن و با تشویق گرم و شایسته شما عزیزان خیر و مقدمه عرض میکنیم و دعوت میکنیم از میهمان عزیزمون که در سالن حضور پیدا کنند. فکر میکنم تشویق ها از همین لحظه آغاز بشه تا جای تریسی وارد سالن بشن. خواهش میکنم تشویق ها رو قطع نفرمایید. خیلی ممنونم از اینکه در اینجا بودید. ما وقت بسیار خوبی رو با هم سپری خواهیم کرد. 90 دقیقه فرصت داریم با هم صحبت کنیم. من با شما برخی از بهترین ایده هایی که تا به الان کشف کردم رو با شما سهیم خواهم شد. من با در 100 تا بزرگترین شرکت های دنیا کار کردم، از جمله شرکت آی بی ام، جنرال موتورز و شرکت هایی مثل اسپر بانک در روسیه، شرکت هایی که میلیارد ها دلار ثروت داشتند و هزاران نفر برای اونها کار میکردند و دارایی های بسیاری داشتند. کاری که من میخوام انجام بدم این هست که یک مقدار به شما ایده هایی رو بدم که به شما میتونه کمک کنه که در کارتون حتی بهتر از آنچه که هستید بشوید. میدونم که شما برخی از بهترین مجریان در خاورمیانه هستید و بهترین مجری در ایران هستید. آنچه که من متوجه شدم این هست که کیفیت بهترین افراد، یکی از کیفیت بهترین افراد این هست که دائما خودشون رو بهتر میکنند، هیچ وقت متقاعد نیستن به سطح مشخصی از دست آوردهای خودشان. آنچه که ما امروز باید از این طریق به اون برسیم از طریق دریافت دانش بیشتر هست و یا یادگیری مطالب جدید هست. گاهی یک ایده جدید میتونه زندگی شما رو به طور کامل متحول بکنه. دکتر من به من گفته است که برخی از مردم همینجور که مسن‌تر میشن ستون فقراتشون ضعیف میشه، و وقتی که ستون فقرات شما ضعیف میشه پاهاتون ضعیف میشه، و این اتفاقیه که برای من افتاد حدود 4-5 سال پیش. فکر میکنم در مسیر فعالیت گروه صنعتی گلرنگ همه ما اگر داستان زندگی بنیانگذار محترم گروه صنعتی گلرنگ که جاشون بسیار در جمع خالیه، استاد بزرگ جناب محمد کریم فضلی رو اگر داستان زندگیشون رو بخونیم قطعا برای همه ما درس‌های بزرگی داره و مطمئنن میتونه افتخارآمیز باشه اینکه این مسیر رو ما هم بتونیم طی کنیم. اشاره میکنم به صحبت‌های جناب دکتر فضلی که فرمودن خوب بودن کافی نیست، باید عالی باشیم.
با تشویق شما عزیزان، با احترام دعوت میکنم از مدیر عامل محترم گروه صنعتی گلرنگ جناب دکتر فضلی تشریف بیارم. خوش است. برایان تریسی به بهترین نحو ممکن استفاده بکنیم. به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همگی شما همکاران گرامی، حضار گرانقدر و همینطور کسانی که از طریق فضای مجازی دارن این سمینار رو دنبال میکنن. خیلی خوشحال هستم از اینکه امروز در خدمت شما عزیزان هستم. خیلی خوشحال هستم که امروز مهمان ویژه‌ای در جمع سخنرانی خواهند کرد، مهمانی که عرض به حضور شما که در 123 کشور حضور داشتند، عرض به حضور شما که کار کردند، سخنرانی داشتند و منشأ اثرات بسیاری بودند. ایشون در زمینه‌های مختلف کتاب دارند، بیش از 70 عنوان کتاب دارند در زمینه‌های در حقیقت خودباوری، عرض به حضور شما که خلاقیت، لیدرشپ و خیلی مطالب آموزنده دیگر. عرض به حضور شما که در خیلی از شرکت‌ها که امروز شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستند نقش آفرینی کردند و خیلی منشأ اثر بودند. خیلی خوشحال هستیم از اینکه امروز در این جمع میتونیم از سخنان ارزشمند ایشون استفاده بکنیم. همینطور من چند جمله رو هم به زبان انگلیسی بگم. مستر برایان تریسی، you're welcome and thank you very much for accepting our invitation. We are sure that we would benefit from your speech. I wouldn't like to take up the time, and we all would like to benefit from your lecture as much as possible. So I would finish right now, and we would listen to your amazing speech. Thank you very much. Merci. Merci. My first client in 1983 was IBM Corporation. At that time, IBM had 82% of the world market for computer products. 82%. شرکت ها در دنیا بودند ولی فقط یک شرکت 82% بازار رو در اختیار داشت. بنابراین من برای سمینارهای رهبری اونها صحبت می‌کردم و شرکت اونها رو مطالعه می‌کردم و در سمینارهای رهبری اونها برای مدت 4 سال صحبت می‌کردم. تجربه بسیار عالی بود برای من. آنچه که من متوجه شدم این بود که IBM دارای ارزش‌های بسیار ساده و ایده‌های بسیار ساده‌ای هست و اونها این عقاید رو دائم پیگیری می‌کردند. ما چند دقیقه پیش داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد آینده این شرکت. آینده این شرکت فقط این نیست که بهترین شرکت در ایران باشد، بلکه می‌خواهد بهترین شرکت به یک 500 بهترین شرکت دنیا باشد و بهترین شرکت در زمینه خودش در دنیا باشد و این دستیافتنی است. چند سال پیش متوجه شدند که بسیاری از شرکت‌ها که خوب عمل می‌کردند برای مدت طولانی ناگهان به طرز بسیار فزاینده‌ای خوب شدند و شرکت‌های بسیار خوبی شدند و در حقیقت اونها از خوب به بهترین حالت رسیدند. وقتی از این شرکت‌ها رو مطالعه کردند و متوجه شدند که در نقطه عطف اونها به شرکت‌های بسیار برجسته تبدیل شدند و تبدیل شدند به رهبران جهانی در زمینه خودشان و لحاظ کیفیت بسیار بالا بودند. اولین شرکت‌ها بهترین شرکت‌ها دارای رهبران خیلی خوب بودند. وقتی شما رهبر خیلی خوبی دارید این امکان پذیر می‌شود. بدون رهبر خوب چون این امر امکان پذیر نخواهد بود. محبوب‌ترین کلمه من در کسب و کار کلمه الرژی هست، کلرژی کلاریتی هست، یعنی روشنی. من همیشه راجع به کلمه کلاریتی یعنی روشنی، باید روشن باشه که شما دقیقاً کی هستید. من راجع به این کلمه کلاریتی همیشه صحبت میکنم. شما کی هستید؟ نقاط قوت و ضعفتون کدومه؟ در چه زمینه خوب هستید و در چه زمینه های اونقدر خوب نیستید؟ در چه زمینه های میتوانید خوب شوید؟ باید این امر برای شما روشن باشد و باید کاملا روشن باشد که چه هدفی رو دنبال میکنید. بنابراین روشن بودن، کلاریتی اساسی است، امریست اساسی برای اینکه شما بهترین مجری و مدیر بشوید در حدی که برای شما امکان پذیر باشد و به این ترتیب شرکت شما میتواند یکی از بهترین شرکت ها در دنیا شود. پس امر روشن بودن در این امور بسیار مهم است. حدود 25 سال پیش یک مطالعه دیگری رو هم شروع کردند و این مطالعه بسیار جالب بود. به بیش از 20,000 تا شرکت نگاه شد در سراسر جهان
و این شرکت ها رو مطالعه کردن تا متوجه بشن که چه کیفیت هایی موجب موفقیت در کسب و کار می شود در 20 تا از کشورهای مختلف. 22,000 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتن در 20 تا کشور و طبیعتاً بسیاری از هزاران مدیران اجرایی مورد مطالعه قرار گرفتن و متوجه شدن که 3 تا کیفیت بسیار مهم هستند که 80% موفقیت شرکت ها رو ایجاد می کردند. اگر که شما دارای این کیفیت ها بودید، آنگاه احتمال خیلی بالایی وجود داشت که بتوانید موفقیت بالایی برخوردار شوید. ولی اگر این کیفیت ها برخوردار نبودید، اصلا موفقیت برای شما امکان پذیر نبود. این 3 کیفیت آنقدر روشن و واضح هستند و ساده هستند که یک کودک هم باید از اونها اطلاع داشته باشه. ولی میدونید بسیاری از شرکت ها حتی از آنها اطلاعی ندارند. 1. شرکت باید هدف روشنی داشته باشد. شرکت هایی که هدف روشن داشتند، برای مثال هدف ما این هست که جزو شرکت های 500 بهترین شرکت دنیا باشیم، این یک هدف بسیار روشن و واضحی برای شرکت به حساب میاد. هدف دوم، همه افرادی که در شرکت هستند باید خود یک هدفی برای خودشون داشته باشند که متصل باشه به اون هدف کلی شرکت. و کیفیت دوم اندازه‌گیری بود. باید یک ابزارهای روشن برای اندازه‌گیری از طریق عدد وجود داشته باشه که چقدر نزدیک هستند به اون هدفی که تعیین کردند و همه میتونستند اندازه‌گیری کنند و بحث کنند و سوال کنند که تا چه حد خوب عمل کردند، چقدر به هدف نزدیک شدند. و سومین معیار در حقیقت ضرب العجل بود، برنامه زمان بندی بود. همه میدونستند که هدفشون چه بود و در چه مسیری باید حرکت میکردند به عنوان یک فرد در این شرکت و چگونه باید هدف رو اندازه گیری کنند و اینکه چگونه میتوانستند به اون هدف دست بیابند. و خیلی جالب هست که من برای IBM کار کردم و IBM دارای مشکلات مالی جدی شد برای مدتی و فکر میکردند که این شرکت ممکن هست که کاملا ورشکست شود، چرا که اجازه دهید خدمتتون عرض کنم که دارای رئیس بسیار ضعیفی بود و این رئیس فکر میکرد که مهمترین بخش شرکت سازمان آن است و سیستمی که مهندسی میکرده است در و فکر میکرد که مهمترین بخش IBM بخش مهندسی آن است و به همین خاطر شرکت تقریبا سقوط کرد. اون رو اخراجش کردند و یک رئیس جدید رو منصوب کردند. این رئیس جدید IBM گفت، پرسید که ما چه کاری رو تلاش داریم انجام بدیم، هدف ما چیست و چگونه این رو اندازه‌گیری میتونیم بکنیم. و یک اصلی رو مطرح کردند که من به اون میگویم قانون سگانه. قانون سگانه میگوید اگر که شما یک فهرستی تهیه بکنید از هر آنچه که انجام میدهید در طی 8 هفته یا 1 ماه در کارتون، شما متوجه خواهید شد که 20 یا 30 تا کار هست که کلا انجام میدید و این کاملا امری معمول هست برای یک مدیر اجرایی که و یا هر کسی که این رو دنبال بکنه. پس بنابراین 20 تا 30 تا کار دارید. پس بنابراین اگر شما میگم که لطفا فردا بیایید به سر کار و فهرست کنید همه کارهایی که در طی 1 ماه انجام میدید، شما 2 یا 3 تا کار خواهید داشت. و اگر که ما به این لیست نگاه بکنیم متوجه خواهیم شد که فقط 3 تا از این 90% ارزش کار شما رو برای شرکت ایجاد می‌کنند و هر آنچه دیگر انجام میدید در اون 10% پایین این جدول قرار میگیرند. من این موضوع رو برای سال‌ها مورد مطالعه قرار دادم و خوشحالم که خدمتتون عرض کنم که من بهترین پرفروش‌ترین نویسنده هستم برای در زمینه مدیریت زمان. من میلیون‌ها کتاب به فروش رسوندم در ایران حتی و طبیعتاً در ایران ما یک سیستم جالبی داریم در ارتباط با کپی رایت و پرداخت به نویسندگان در ارتباط با کتابهایی که می نویسند و سیستمی که اینجا وجود داره اینه که اصلا بهشون پولی نمیدیم به خاطر حق طبع و بنابراین من هیچ پولی دریافت نکردم وقتی کتابم در ایران به چاپ رسید، چه اون کتاب قورباغه رو قورت بده که خیلی هم محبوب شد و ناشر این کتاب در تهران این کتاب رو برداشت و منتشر کرد و انقدر محبوب بود که ناشر دوم آمد و کتابی رو چاپ کرد و توضیح کرد و انقدر محبوب بود که ناشر سومی هم این کتاب رو چاپ کرد و بسیاری از کتاب‌های من توضیح شدند و توسط چندین 3 یا 4 یا 5 ناشر مختلف و علت امر این هست که مجبور نبودم پولی بپردازم
به عنوان حق نشر به ناشر به نویسنده و من باید بگم که من همه زندگی مطالعه‌ام روی مدیریت زمان بوده و به همین خاطر مطالب زیادی دارم راجع به مدیریت زمان که عرض کنم. خیلی کارها هست که شما می توانید نتیجه خیلی بهتری از زمان خودتون به دست آورید و برابر این مهم هست که ما این قوانین سه‌گانه رو داشته باشیم، روشن باشه که ما اهداف روشنی داشته باشیم و برنامه زمان‌بندی روشنی داشته باشیم. اگر که این سه قاعده رو رعایت بکنیم می توانید خیلی موفق باشید. من یک برنامه آموزشی خاصی رو شروع کردم برای صاحبان کسب و کار در سال 2001 و من این برنامه رو تکمیل کردم برای مدت 7 سال هنگامی که با هزاران صاحبان کسب و کار کار میکردم در مجموعه کارگاه‌هایی که برگزار می‌کردم. من می‌تونستم تضمین بکنم به این شرکت‌ها که اغلب اونها هم شرکت‌های کوچک و اندازه متوسطی بودند، ولی اصول مربوطه همچنان برای اونها عمل می‌کرد. من تضمین می‌کردم که اگه شما این برنامه رو دنبال بکنید، می‌توانید ارزش دارایی خودتون رو افزایش بدید و وقت خودتون رو هم صرفه‌جویی بکنید به عنوان مالک کسب و کار. و اگر که نتونستید این کارو بکنید، پولتون رو اصلا پس می‌دم، بازتون پولی نمی‌خوام. همه گفتن اوه چه عجب پیشنهاد خوبی. من از اونها پول زیادی درخواست می‌کردم برای خدماتی که به اونها می‌دادم و برنامه رو در 7 سال به اونها ارائه کردم و هیچ کس از من نخواست که پولش رو بهش برگردونم، برای اینکه همه تونستند که درآمد خودشون رو 2-3 برابر بکنه و 10 برابر کنند و در مدت بسیار کمتری از 1 سال تونستن این کار رو انجام دهند. گاهی در ظرف 1 هفته تونستن این کار رو انجام دهند. برخی از اصولی که من توسعه دادم که در حقیقت IBM توسعه داده بود و من اونها رو قواعد سگانه مینامم، برای اونها مؤثر افتاد و فقط 3 تا امر هست که باید شما انجام بدید که میتواند 90% ارزش شما رو ایجاد بکنه. برای همین من همه رو در اتاق جمع کردم، تمام مشتریان خودم رو و از اونها 3 تا سوال پرسیدم و اینها رو سوالات جادویی نامیدم. سوالات جادویی شماره 1: اگر که شما فقط بتونید یک کاری رو انجام بدید در تمام طول روز تا به آخر روز برسید، اون یک کار چه خواهد بود که بیشترین ارزش رو میتونه برای شرکت شما ایجاد کند؟ اون یک کاری که میتونه بیشترین ارزش رو برای شرکت شما ایجاد کند کدام هست؟ و طبیعتاً خب بیشترین ارزش رو برای شما هم ایجاد خواهد کرد. لطفاً این رو بنویسید و بعد از که اینو نوشتید، لطفاً این رو بحث کنید با دیگر افرادی که دور براتون هستند و اطمینان پیدا بکنید که جواب شما صحیح هست. من با مدیران ارشد برخی از شرکت‌های بسیار بزرگ کار کردم و اونها گفتند که جواب این است و من گفتم که آیا واقعاً این پاسخ شما هست؟ و بعد سوالات بیشتری از اونها میپرسیدم و بعد اونها متوجه میشدند که وظیفه مهمی بوده اون چیزی که نوشتن، ولی وظیفه اونها نبوده است، بلکه وظیفه کس دیگری بوده است و طبیعتاً اونها داشتن روی موضوعی کار میکردن که در حقیقت وظیفه اونها نبوده است، کار اونها نبوده است، کار مهمی بود ولی کار یک نفر دیگری بود که به انجام میشد. پس ما اینقدر بحث میکردیم تا اینکه برای اونها روشن باشه، پس کلاریتی یعنی روشن، وضوح حاصل شود و بعد این سوال رو دوباره میپرسیدیم: اگر که فقط میتونستی یک کاری در تمام طول روز انجام بدی اون چه بود؟ دومین وظیفه‌ای که میتونستی انجام بدی چه بود برای اینکه بیشترین ارزش رو در مرحله دوم برای کسب و کار تو ایجاد بکنه و برای کسب و کار ایجاد بکنه؟ و بعد یک دایره دور اون بکش و بعد دوباره سوال رو دفعه سوم میپرسیدی که اگر که من فقط میتونستم 3 تا کار انجام بدم در تمام طول روز، این سومین مهمترین کاری که میتونستم انجام بدم چه بود؟ و یک دایره دور اون میکشیدید و وقتی که این تمرین رو ادامه میدادید، تکرار میکردید با هزاران و هزاران مدیری که وجود داشت در هر یک از شرکت‌ها در سراسر جهان، نهایتاً همه اونها متوجه شدند که 3 وظیفه اصلی که باید دنبال بکنند چیست. پس کلید موفقیت به عنوان یک مدیر اجرایی ابتداً این هست که وضوح و روشنی وجود داشته باشه در مورد اینکه مهمترین کاری که میتونید انجام بدید چیست، اولین و دومین و سومین مهمترین کارهایی که میتونید انجام بدید چیست، و بعد بیاید روی اون 3 موضوع کار کنید در تمام طول روز. اصلا وقتی رو صرف نکنید، کارهایی رو انجام بدید که اتلاف وقت است. 50% وقت کاری امروزه تلف می شود برای فعالیت هایی که خیلی ارزش تولید نمی کنند. بسیاری از مردم وقت زیادی را صرف می کنند بر روی رسانه های اجتماعی، ایمیل. بسیاری از مردم وقت زیادی را صرف صحبت می کنند و بسیاری از افراد گفتگوهایی رو برگزار میکنند که همینطور هی تکرار میشود و مثل دور باطل میماند. برای همین شما لازم هست که وضوح و روشنی داشته باشید در مورد آنچه که واقعا دارید انجام میدید. وارن بافت که یکی از ثروتمندترین مردان دنیا هست، او به عنوان یک دانشجو کار خود رو شروع کرد وقتی که در دهه 1950 میلادی کار رو شروع کرد و او از این خانواده متوسطی آمده بود. یک دوره آموزشی رو گذروند به طور اتفاقی در مدرسه، چون که او یکی درس پر بود اومد در یه درس دیگری شرکت کرد. او می‌خواست که استاد تاریخ بشه
و این سمینار تاریخ پر بود. پس گفتش که خیلی خوب، من میرم به یک جلسه دیگری که حالا موجود هست و اون درسی بود در ارتباط با اینکه چگونه سرمایه گذاری کنید. این درس رو بنابراین برداشت، عاشق این موضوع شد در ارتباط با سرمایه گذاری. و وقتی که مدرسهش تموم شد، تنها درسایی که انتخاب کرد فقط در ارتباط با سرمایه گذاری بود. او یک شغلی داشت به عنوان یک فرد جوان. وقتی که حدود 15 یا 16 سالش بود، روزنامه توزیع میکرد هر روز صبح ساعت 5 صبح و این روزنامه ها رو در محلی خودشون توزیع میکرد و یک سنت به ازای هر روزنامه که توزیع میکرد دریافت میکرد. بیش از 200,000 روزنامه توزیع کرد و تمام این پول رو دریافت کرد. چرا؟ برای اینکه پدر و مادرش خرج خودش رو میدادند، هر چی پولی به این ترتیب در میورد میرفت تو جیبش و $2,000 شد مجموعه پولی که جمع آوری کرد و این رو سرمایه گذاری کرد برای اولین بار. و بعد از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری و سرمایه گذاری الان او ارزش سرمایه گذاری $350 میلیون هست و او یکی از چهارمین بزرگترین ثروتمندترین شرکت دنیا هست و سود شرکت های او سال گذشته $25 میلیارد بود. پس بد نیست، میبینید $25 میلیارد خب پول زیادیه و او به سرمایه گذاری خودش ادامه داد و او یکی از بهترین سرمایه گذاران دنیا محسوب می شود. او درباره قانون سه‌گانه صحبت میکنه همیشه. او میگوید، از او میپرسد راز موفقیت تو چیست؟ او میگوید راز من برای موفقیت این هست که به همه چی که جز سه موضوع اصلی من نیستند نمیگویم. من کاری به جز اون سه تا کار مهم انجام نمیدهم. پس بنابراین من به همه امور میگویم نه در سراسر دنیا. اگر یکی از اون سه تا موضوع اصلی من نباشه بهشون میگم نه و انجامش هم نمیدم. وارن بافت یک فلسفه خیلی جالبی داره. او 6 ساعت در روز رو وقت صرف مطالعه میکنه، همچنان میخوانه و مهارت های خودش رو بهبود میبخشه. به سر کار میره، از کارهای اساسی مراقبت میکنه، اونا رو انجام میده و بعد بقیه روز رو همش مطالعه میکنه. با کامپیوتر بازی نمیکنه، وقت خودش رو صرف گفتگو نمیکنه. 6 ساعت در روز هر روز مطالعه میکنه. پس بنابراین سرمایه‌گذار خیلی خوبی هست. از اون پرسیده شد که بهترین سرمایه‌گذاری چی هست؟ بهترین سرمایه‌گذاری برای شما امروز چیست؟ و او این جواب و جوابی که اون میداد همیشه یکی بود و اون گفتش که بهترین سرمایه‌گذاری همیشه اینه که به در خودت سرمایه‌گذاری کنی. همیشه سعی کنی که در کار خودت بهتر و بهتر بشی. وقتی که بهتر و بهتر شدی در انجام کارت، اون وقت میتونی اون سه تا وظیفه اصلی که برای تو هم مطرح هست رو بهتر بکنی و میتونی خودتو نظم ببخشی که کاری جز اون سه کار رو انجام ندی. چند سال بعد وقتی که آی بی ام داشت تغییر میکرد، متحول میشد، اونها قانون بافت مینامیدن این قانون سگانه رو. من قانون سگانه مینامش و اونها به همه افراد در شرکت آموزش دادن که فقط سه کار رو انجام بدن که بیشتر ارزش رو برای شرکت ایجاد بکنه. تصور بکنید که هر آنچه که شما در روز انجام میدید ارزش 10% فقط داشته باشه به غیر از اون سه تا کاری اصلی که انجام میدید. پس بعد شما کاری که باید انجام بدید این هست که در اون کارهایی که مهمتر از همه هستند هی مرتب خودتون رو بهتر و بهتر بکنید. بعد تلاش کنید که در اون سه تا کار بهتر و بهتر بشید و این میتونه تفاوت تحول اساسی در کار شما ایجاد بکنه. وقتی که من همه این امور رو مطالعه میکردم، آنچه که من متوجه شدم این بود که 80% مردم یا بیشتر بر روی کار خودشون کار میکنند و کار خودشون سعی میکنند بهتر یا دیگر تا یه به یه سطح مشخصی میرسند، مثل یک خلبان هواپیما و بعد دیگه بل میکنند و دیگه کار خودشون بهبود نمیبخشند. انقدر تلاش میکنند که در حد کافی باشه، نه بیشتر، تا حدی که اخراج نشن و رئیسشون اونها رو توبیخ نکنه و 80% فقط به اندازه کافی کار میکنن، در حد کفایت در کارشون عمل میکنن، نه بیشتر. و اغلب افرادی که دور بر اونها هستن همین فلسفه رو دنبال میکنن و فکر میکنن که این کاری که همه انجام میدن و وقتی با دوستانشون صحبت میکنن، روزنامه میخونن، کامپیوتر چک میکنن و بیشتر به این وقت و بیشتر وقت خودشون صرف صحبت با دوستان میکنن، چک کردن کامپیوتر، ایمیل میکنن و فکر نمیکنن میتونن خودشون تو کار اصلی خودشون باز هم بهتر بکنن. در حالی که اگر که شما روی سه تا کار اصلی متمرکز بشوید یا که اونها اگر متمرکز میشدن روی سه کار اصلی و هی خودشون رو بهتر و بهتر میکردن، میتونست این نقش بسیار مؤثری در آیندهشون داشته باشه. و باید روشن باشه که مهمترین وظیفه‌تون کدومه و در اون زمینه بیشترین نقش رو داشته باشه. در آی بی ام و شرکت های دیگه بنابراین وقتی مدیران اجرایی
با افراد مختلف صحبت میکنند، میگویند که بگید ببینید سه تا وظیفه اصلیتون کدومه، و بعد از اینکه اونها شناسایی شده ازشون میخوان که اونها رو انجام بدن. بیشتر در شرکت ها مردم بر روی اون سه کار اصلی که بیشترین تفاوت رو ایجاد میکنند متمرکز میشوند. اون سه کار اصلی 90% آنچه که شما انجام میدید رو ارزش ایجاد میکنه، ارزش 90% آنچه که انجام میدید رو داره. برای اینکه میخواهید که موفق تر باشید و نقش موثرتری برای شرکتتون داشته باشید، باید متمرکز باشید با وضوح و روشنی بر روی اون امور. پس وارن بافت و بیل گیتس و پدرش در یک شام مهمانی شام بودند. 100 نفر در اونجا حضور داشتند، در منزل بیل گیتس هم بود. سال گذشته مهمانی برگزار میشد. اونها داشتند با همدیگه صحبت میکردند، دوستان خوبی بودند. یکی از مهمانان آمد گفت ببخشید، شما برخی از موفق ترین آدم ها در دنیا هستید و از هیچی هم شروع کردید و اولی و سومین پولدارترین مردمان دنیا هم هستید. شما فکر میکنید که مهمترین کیفیت برای موفقیت چیست؟ و هر سه اونها یک لحظه توقف کردند و رو کردند به مهمان و گفتند که متمرکز باش. تمرکز مهمترین امر هست، از هر چیز دیگری موفق مهمتر هست اگر که میخوای موفق باشی. معنای این امر چیه؟ اون چیزی که البته من تدریس میکنم و به همین خاطر هم هست که کتاب من اینقدر موفق بوده. یک اصل خیلی ساده ای رو در بر میگیره و معناش اینه که فکر کن قبل از اینکه بخوای کاری رو شروع بکنی و انتخاب کن مهمترین کاری که باید انجام بدی، اون چه که 5 تا 10 برابر بیشتر ارزشی ایجاد میکنه نسبت به کارهای دیگه، و اون کار رو بلافاصله هم شروع بکن، به تعبیر ننداز و فقط بر روی اون کار متمرکز باش تا اینکه تکمیل بشه. به نظر میرسه که یک اصل خیلی ساده ای رو در اینجا دارم مطرح میکنم، ولی یکی از برای این هم شما رو یکی از ارزشمندترین افراد در شرکت تبدیل میکند. اینکه شما بیایید به وضوح مهمترین کار خودتون رو انتخاب بکنید، فقط بر روی اون کار متمرکز باشید و کار دیگری انجام ندید، انقدر روش کار کنید تا اینکه تکمیل شود، و از قانون وارن بافت استفاده کنید و به بقیه کارها نبگویید. هر آنچه که وظیفه شماره یکتون نیست، اگر که مهمترین کاری نیست که شما میتونید انجام بدید، پس خودتون رو منضبط کنید و انجامش ندید. معناش این هست که وقتی که شما روی کار مهمترین کار خودتون دارید انجام میدید، شما احساس ارزش میکنید و احساس بهره وری میکنید، احساس خوشحالی و خوشنودی میکنید، احساس قدرت میکنید نسبت به خودتون. وقتی که شما روی کارهای متمرکز میشید و کار میکنید که مهم نیستن، انگار که غذایی دارید میخواهید که پروتئین نداره، انگار که کاری انجام نمیدید، ولی وقتی که روی کار مهم متمرکز هستید احساس خوشحالی و خرسندی میکنید. وقتی اون کار مهم رو به تکمیل میکنید، مغز شما یک ماده شیمیایی رو به نام اندورفین ترشح میکنه. این اندورفین مثل آتش بازی در مغزتون عمل میکنه و کاری میکنه که شما خیلی خوشحال بشید، خلاقیت شما رو افزایش میده، شخصیت شما رو ارتقا میبخشه و یک اثر خیلی قوی بر روی شخصیت شما داره، به شما انگیزه میده که وظیفه بعدیتون رو شروع کنید و تکمیل کنید. انسان ها به گونه ای طراحی شدند که دوست دارند که برنده باشند. همه ما دوست داریم برنده باشیم. وقتی که شما برنده بشید انگیزه پیدا میکنید و این از طریق انجام کار مهمی حاصل میشود. و اینکه کاری که شما میتونید برای کارکنان خودتون انجام بدید اینی که اونها رو تشویق بکنید که بر روی سه تا مهمترین کار وظیفه خودشون دائما کار بکنید و با اونها صحبت کنید اگر که واقعا یکی از این سه مهمترین وظیفه رو انجام نمیدن، اونها رو تشویق کنید که انجام دهند. من یک بازی رو دارم که با مدیرانم و افراد اجرایی در سراسر جهان بازی میکنم. من از شما دعوت میکنم که شما هم با این بازی با من بپردازید. این بازی معناش این هست که شغل خودت رو حفظ کن. به جای اینکه اخراج بشی، شما قادر خواهید بود که شغل خودتون رو حفظ کنید. این بازی به این ترتیب عمل میکنه. من قواعدش رو خدمتتون عرض میکنم و بعد شما میتونید به من بگید که آیا میخواهید بازی کنید یا خیر. من از شما خواهم پرسید، از شما خواهم خواست یک برقی رو در بیارید، یه اسمی رو روش بنویسید از افراد کلیدی که در شرکتتون هستند و به شما گزارش میدهند، و در کنار اسم اون سه تا از مهمترین وظایفی را که او انجام میدهد را بنویسید. همین الان. و بعد اونجا بنویسید و بعد میرم اون عقب و بعد من صحبت میکنم با کارکنان شما و من از اونا میپرسم که سه تا مهمترین کاری که تو انجام میدی چیست، و بعد من مقایسه میکنم پاسخهای اونها رو با پاسخهای شما. اگر که پاسخهای اونها و پاسخهای شما یکی بودند، اون وقت شما اجازه خواهید یافت که شغل خودتون رو حفظ کنید.
to keep your job. چند نفر حاضرین این بازی رو بکنین با من تا شغلتون رو بتونین حفظ کنین؟ با توجه به که من در سراسر دنیا سفر کردم، من هیچ مدیر رو پیدا نکردم که حاضر باشه این بازی رو با من انجام بده. حتی یک مدیر هم حاضر نبوده که این بازی شغلت رو حفظ کن با من بازی بکنه. هیچ مدیر اجرایی رو نیافتم که به اندازه کافی اعتماد داشته باشه که بدون وظایف کارکنان خودش چی هست و سه تا مهمترین وظایف بهترین کارکنان خودش چی هست. و این روشی که شما میتونید به شرکت‌های خودتون کمک بکنید که به بهترین شرکت در دنیا تبدیل شود. لازمه که شما با هر یک از کارکنان خودتون بنشینید و حتی بهتر از اون، شاید بهتر باشه که با کلیه کارکنانتون بنشینید و با اونها بحث کنید که سه تا مهمترین وظیفه که انجام میدهند چیست. من با هیولت پاکارد سالها پیش کار کردم و اونها یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دنیا هستند. آنها مبالغ هنگفتی هزینه کرده بودند که مطالعه کنند بر روی بخش‌های مختلف شرکتشون که در سراسر جهان فعال بوده است. و آنها متوجه شدند که بخش‌های مختلف شرکت که از همه بهره‌وری بالاتری داشتند و موفق‌تر بودند در سراسر شرکت در جهان، بخش‌هایی بودند که داره کیفیت‌های ویژه‌ای بودند و یکی از کیفیت‌ها عبارت بود از این که همه افراد می‌دانستند که وظیفه‌شون چیست و همه افراد می‌دانستند که وظیفه افراد دیگر هم چیست و می‌دونستند که چگونه باید این وظایف رو اندازه‌گیری بکنند و هر وقت که با در یک جلسه ملاقات می‌کردند درباره کارهای کار مربوطه صحبت میکردند و روش‌های اندازه‌گیری اونها و برنامه زمان‌بندی که وجود داره و به همین ترتیب همه می‌دونستند که افراد دیگر داشتن چیکار می‌کردن و همه هم به هم دیگه کمک می‌کردند تا اینکه کارهاشون تکمیل بشه و همه تشویق می‌شدن، پاداش می‌گرفتن، تحسین می‌شدن و غیره. هیولت پاکارد به عنوان یک شرکت انقدر محبوب بود که مردم عاشق کار در اون شرکت بودند. همه احساس برنده بودن میکردند دائما. بنابراین اگر که شما میخواهید که بهره‌وری رو در شرکت خودتون به حالت انفجار برسونید، لازمه که با تک تک افراد بنشینید و با اونها بحث کنید که به وضوح وضوح ایجاد کنید. ببینید که سه کار اصلی که اونها انجام میدهند واقعا کدوم هست و اونها رو شماره بدید، شماره 1 و 2 و 3، و اینکه هر یک از این کارها و وظایف چگونه اندازه‌گیری بشود و برنامه زمان‌بندی و یا ضرب العجل هر یک از این شغل‌ها چیست. اگر که شما این کار رو انجام بدید، به این ترتیب همه افراد در شرکت شما هم این کار رو انجام دهند، شما می توانید بهره‌وری کسب و کار خودتون رو 2 یا 3 برابر بکنید. معنیش این هست که 2 یا 3 یا 4 5 برابر نتیجه بهتری به دست خواهید آورد بدون اینکه هزینه اضافه‌ای رو متحمل شوید. ارزشمندترین منبع در جهان به نحوی که اینشتین گفته است زمان است، چرا که زمان تنها چیزی است که نمیتوانیم جایگزین کنیم. پس بنابراین همیشه باید فکر بکنید که اگر که شما میخواهید که این شرکتی که دارید بهترین شرکت دنیا شود، باید از وقتتون به شیوهی متفاوت استفاده بکنید. و اگر که از وقتتون به شیوهی متفاوت استفاده بکنید و همه بر روی وظایف شماره 1 و 2 و 3 شون کار بکنند، نه تنها شما بسیار بهره‌وریتون بالا میره، بلکه همه هم خوشحال خواهند بود. همه شما یک روحی رو در شرکت، روح خوشحالی و شادی رو در شرکت ایجاد خواهید کرد. همه عاشق این خواهند بود که بر روی کارهای مهم در شرکت شما کار کنند. همه عاشق این خواهند بود که کارهای خودشون رو تکمیل کنند. یکی از اموری که من در هنگام مطالعه مدیریت زمان آموختم این بود که همه دنیای کار مربوط است به تکمیل کار، تکمیل وظایف. شما برای زندگی چی کار می‌کنید؟ یک کاری رو باید تکمیل می‌کنم. من شروع می‌کنم یک کاری رو تکمیل می‌کنم. فقط کار نمی‌کنید روی یک وظیفه، بلکه کاری رو وظیفه‌ای رو شروع می‌کنید و تکمیلش می‌کنید. هر وقت شما یک وظیفه رو تکمیل می‌کنید، از لحاظ روانی شما احساس خوشحالی می‌کنید و انگیزه پیدا می‌کنید که بیشتر کار کنید و وظایف دیگری رو به اجرا درآورید. و این بسیار امری اساسی است. شما می‌تونید بهترین رویاها رو داشته باشید برای آینده، ولی اگر که نتوانید این کار رو انجام بدید، هیچ اتفاقی نمی‌افته و نظم زیادی رو طلب می‌کنه این امر. اگرچه رفیق ارسطو گفته است 95% آنچه که شما در زندگی انجام می‌دهید عادت است. پس بنابراین اگر که این امر رو برای مدت یک ماه هر روز تمرین بکنید، بلافاصله وقت روی کار اصلیتون شروع بکنید، کار خودتون رو با اون رو تکمیل بکنید برای یک ماه، یک عادتی در شما ایجاد می شود. وقتی که این عادت در شما ایجاد شد، اون وقت ساده خواهد شد برای شما که شروع کنید و تکمیل کنید کارهای مربوطه رو، کارها رو، و این بهره‌وری شما بالاتر و بالاتر می رود. این به مانند این هست که شما بهره‌وریتون در این سطح باشه و بعد یواش یواش شروع کنه به افزایش.
مثل یک موشکی که هی سرعت شتاب میگیره و سرعتش بالاتر و بالاتر میره و این 100% تحت کنترل خود شما هست. شما نمیتوانید رفتار افراد دیگر رو کنترل بکنید، ولی میتوانید رفتار خودتون رو حداقل کنترل بکنید. فقط صرفا با شروع مهمترین کار خودتون و تکمیل مهمترین کار خودتون در اسرع وقت. من 100 صفحه ایده دارم و قواعد دارم برای موفقیت در رهبری. یکی از مهمترین این موارد و قواعد این هست که شما نمونه‌ای باشید، الگویی باشید برای دیگران، تا اینکه بقیه کارکنان شما از شما پیروی کنند و کاری را انجام بدن که شما دائما انجام می‌دهید. و شما باید با همه رفتاری خوب داشته باشید. رهبران به شیوهی که کار میکنند میخوان که بقیه کار کنند و به این ترتیب شما با همه به نحوی مشابه رفتار میکنید. به این ترتیب شما میخواهید که همه به این ترتیب بخوان که شرکت شما بهتر بهتر شود و اونها هم همین الگو رو دنبال بکنند. روحیه ها بالا میره و شرکت خوشحالتر خواهد شد و بهترین شرکت نوع خودش خواهد شد و نهایتا هم جزو فورچون 500 قرار میگیره، 500 بهترین شرکت دنیا قرار میگیره و روحی که در شرکت شکل میگیره به نحوی خواهد بود که همه خوشحال خواهند بود و به این ترتیب شما شروع خواهید کرد بهترین تولید بهترین محصولات. چند سال پیش من شروع کردم به مطالعه شرکت‌های بزرگ برای اینکه بیابم دلایل موفقیت آنها و شکست آنها چیست و امری رو متوجه شدم که خیلی روشن و واضح بود و حتی یک کودک میتونست اون رو بفهمه و من، ولی من معمولا اون رو نادیده گرفته بودم. وقتی که من ایستادم و نگاهی به این امر انداختم گفتم آها، تعجب. کلید موفقیت کسب و کار چیست؟ کلید موفقیت کسب و کار چیست؟ جواب این است که 90% موفقیت شرکت ها تعیین میشه بر اساس کیفیت محصول شما. شما محصولاتی دارید با کیفیت عالی، ولی 90% موفقیت شرکت شما بر اساس کیفیت محصول شما در مقایسه با دیگر محصولات در بازار تعیین می شود. یک شرکتی هست که اندازه‌گیری می کند موفقیت و سوداوری 500 بهترین شرکت آمریکا رو و این شرکت همین مطالعه رو بر روی بیشتری شرکت‌های اروپایی هم انجام میده و احتمالا اینجا هم چیزی مشابه باشه. و نکته که خیلی جالب هست این هست که این زمینه خیلی جالبی برای مطالعه هست. کاری که این شرکت انجام میده اینه که میپرسه از این شرکت‌ها که چه امری باعث میشه که یک محلی بهترین یا محلی مناسب برای کار باشد. و شما لازمه که فکر بکنید خب اون اجزایی که باعث میشه که یک شرکتی محل خوبی برای کار باشد چیست؟ یکی از پاسخ‌ها و اجزایی که اونها یافتند این بود که همه افراد در اون شرکت متعهد بودند به اینکه کارش خودشون رو به احسن نه به احسن انجام بدن. یک کشف دیگری هم وجود داشت و اون این بود که 90% موفقیت شما به عنوان مدیر اجرایی تعیین می‌شود بر اساس کیفیت کارتون و کیفیت کار شما امریز که در حقیقت داره بالا میره یا پایین میره، کیفیتش وقت ثابت باقی نمیمونه و هیچ وقت حالت خونسا نداره، برای که دنیا دائما در حال تغییر هست و خیلی هم سریع تغییرات داره صورت میگیره. به مانند آنچه که من قبلا خدمتتون عرض کردم، شما باید دائما بهتر شوید و اگر که بهتر نشوید دارید میرید پایین، سقوط میکنید، نازل میشوید. و به همین خاطر هست که 80% مردم کار خودشون رو فقط تا حدی یاد میگیرند که در انجامش خوبن و میگن که خیلی خب من خوبم دیگه، جهنم دیگه، بهتر از این نمیخوام بهتر بشم و من به اندازه کافی در کارم خوب هستم، موفق هستم و ببانند دیگه خلبان هواپیما در همون سطح میمونند و بعد یواش یواش شروع میکنند به نزول. و این امر در سراسر جهان این امر حاکم هست، صادق هست و به ایران هم، در ایران هم احتمالاً همینطور هست. 80% مردم در همین حد رشد میکنند در کارشون و دیگه بهتر از اون نمیشود. شما باید توجه داشته باشید که دانش و مهارت شما از رده خارج میشه هر 2 تا 5 سال. پس هر مهارتی داشته باشید این از رده خارج میشه. لازم مهارت های جدیدی رو جایگزینش بکنید. هر مهارتی که داشته باشید کهنه میشود و لازم است که مهارت های جدیدی رو بیاموزید تا اینکه بتونید در همون سطح باقی بمونید، نه تا بخواید که بهتر بشوید، نه تا برای اینکه بخواید که نتایج خودتون رو بهتر بکنید. اگه بخواید اینطور باشه باید هی بهتر و بهتر شوید. و همین خاطر من آمدم مطالعه کردم که چه چیزی تشکیل میده اجزای یک شرکت خوب را، چرا برخی از شرکت ها در اون 10% بالا هستند و متوجه شدم که 12 تا جزء در موفقیت شرکت های مربوطه تاثیر داشته است.
شما می توانید در هر یک از این زمینه ها موفق باشید و همه اینها تقریبا در زمینه محصول هستند و شما می توانید در یکی از این زمینه ها موفق باشید و همین کفایت می کنه شما یکی از بهترین شرکت ها باشید. ما چند دقیقه پیش راجع به این قضیه داشتیم صحبت می کردیم که موفق ترین شرکت های آنلاین در تاریخ جهان آمازون هست، شرکت آمازون هست. شرکت آمازون سال گذشته رشد عظیمی داشته است و مالک شرکت آمازون یک مرد با یک ایده مستقل توانست درآمد خودش رو 13 میلیارد دلار در طی یک سال افزایش بده و اکنون این مرد دومین یا سومین ثروتمندترین مرد دنیا هست و او کار خودش به این ترتیب شروع کرد که رانندگی میکرد با یک کامپیوتر داشت و با خانمش روی ماشین این بر اون بر میرفت توی کشور. ایدهش خیلی ساده بود که بیاد کتاب تحویل بده به خانه مردم تا اینکه اونا مجبور نباشن به کتاب فروشی ها مراجعه بکنن و کتاب رو بخرن و بردارن ببرن از کتاب خونه کتاب رو برن خونه و این لازم بود که فرایند خیلی پیچیده‌ای رو دنبال بکنه. نهایتاً او با ناشرین هماهنگ کرد، با انبارها هماهنگی رو برقرار کرد و امروز صدها هزار کارمند داره این شرکت و او بیش از 100 میلیارد دلار کتاب میفروشه و در بسیاری از کشورها فعالیت داره و او یکی از کیفیت هایی رو داره که همه فکر میکنن که در ارتباط با آمازون خیلی جالب هست و اون سرعت هست. اگر که شما کالایی رو از آمازون بخواید میتونید اون رو سفارش بدید و خیلی سریع دریافتش کنید. شما میتونید آیفون خودتون رو بردارید و روش سفارشی رو بدید از طریق آمازون و 30 تا 60 ثانیه هم طول میکشه این سفارش رو صادر بکنید و اتفاقی میفته در بسیاری از کشورها این کالا تا فردا تحویل میشه و وقتی که اون اول کارش رو شروع کرد خودش محصولات رو تحویل میداد. اولش ببخشید وقتی که کارش شروع کرد در این 7 روز تحویل میداد، بعد 6 روز، بعد 5 روز و همینجور که سالها میگذشت این رو کرد 4 روز، 3 روز، 2 روز و امروز یک روزه کالا رو تحویل میده و اونها متوجه شدند که بسیاری از مادران دارای نیازهای خاصی برای کودکان خودشون هستند و نمیتونن خونه رو ترک بکنن چون که باید مراقب کودکشون باشن. یک مثال و نمونه پوشک بچه است. وقتی که پوشک بچه تموم میشه این روز شنبه یا یک شنبه، خب اونها میتونن یک سفارشی بدن برای پوشک و سفارش برای پوشک تی یک ساعت تحویل میشه. یک کمی قیمتش بالاتره تا فروشگاه ولی یک ساعت تحویل میشه و این مثل یک معجزه میمونه. 5 سال پیش هیچ کی نمیتونست باور بکنه که اصلا چنین کاری امکان پذیر باشه. بنابراین امروز وقتی که یک نفر محصولی رو از آمازون خریداری میکنه برمیگرده به آمازون مجددا، عین یک بومرنگ و هی دائم به آمازون برمیگرده و تازه تخفیف هم میگیره، البته نه برای پوشک، برای پوشک خب یه پول اضافه میگیره چون که خیلی سریع تحویل میده، ولی تضمینی ارائه میکنه برای اینکه مشتری حتما راضی باشه برای همین محصولاتی که دریافت میکنه. پس شما در طی یک روز محصول رو تحویل میگیرید و قیمت پایینتری هم اون رو دریافت میکنید و یک تضمین هم میگیرید که اگر که از این محصول راضی نبودید میتونید پس بفرستیدش بلافاصله و آمازون حتی پول پستش رو هم بهتون میده در هر دو طرف، هم برای پستش انگام که شما ارسال کرد هم موقعی که شما بهش برمیگردونید. هم سرعت داره، هم قابلیت اتکا و اعتماد، میتونید بهش تکیه بکنید. بسیاری از کالاها رو بنابراین به این ترتیب تولید میکنه و میفروشه و افراد میتونن این محصولاتی که میفروشه رو خیلی سریع دریافت بکنن. در برخی از محلها شما میتونید کالا رو با فشار یک دکمه سفارش بدید و بعد میتونید با ماشینتون برید به یک فروشگاه خاص و در اونجا اون محصول رو برای شما بسته‌بندی میکنند و شما منتظر شما هستند و وقتی که شما میرسید اونجا محصول رو بلافاصله به شما تحویل میدن، شما میتونید ببرید خونه و این فوق‌العاده است. و جف بیزوس که در حقیقت بنیانگذار آمازون هست، یکی از پولدارترین مردان تاریخ دنیا هست و الان 74 میلیارد دلار ارزش این مرد هست و دائما هم ارزشش داره میره بالا و این اعجاب آوره و ارزش خالص او در طی یک روز در طی یک سال فقط 13 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد فقط. بنابراین وقتی که شما شرکت خودتون نگاه میکنید باید به خودتون بگید که این مشتری من چه چیزی رو به عنوان ارزش تلقی میکنه. اگر که من میخوام که مشتری من راجع به من به عنوان بهترین فرد نگاه بکنه، به عنوان بهترین شرکت نگاه بکنه، چه چیزی هست که بهترین هست برای مشتری من در ذهن مشتری من
و گاهی من راجع به این امر شوخی میکنم و مطمئنم که شما کار رو میکنید، پس بنابراین من رو ببخشید اگر که امری رو دارم تکرار میکنم. گاهی من میپرسم از افرادی که در امر فروش فعالیت دارن، هزاران نفر گاهی اونجا حضور دارن، و من میگم که من کشف کردم یک امر بسیار اعجاب آوری رو در مورد مشتریان شما در اینجا در این شهر، و اونا میپرسن خب چیه؟ من میگم متوجه شدم که مشتریان شما میخوان که شما پولدار باشید. مشتریانتون میخوان که شما پولدار باشید. و بعد مردم کلش رو تکون میدن، نمیفهمن منظور من چیه. میگن که میخوان که شما پولدار باشید از طریق خوشحال کردن اونها. اگه شما بتونید اونها رو خوشحال بکنید، دوباره ازتون میخرن و دوباره میخرن و دوباره میخرن و به ترتیب شما پولدار خواهید شد. یعنی مشتریان شما رو پولدار میکنند. خیلی امر ساده ای هست. پس حال شما چگونه میتوانید به موفقیت دست پیدا کنید؟ از طریق ایجاد رضایت مشتریان. مشتریان رو خودتون باید خوشحال کنید، راضی کنید، و بعد نگاه میکنید به اینکه رقباتون چی کار دارن میکنند برای اینکه مشتریان رو خودشون رو راضی نگه دارند، و بعد شما کاری اضافه بر اونها انجام بدید که حتی مشتریانتون خوشحالتر بشوند نسبت به رقباتون. پس بنابراین کلید موفقیت شما در کسب و کار این هست که محصولاتتون سریعتر تحویل بشه، محصولات شما ارزان‌تر باشند و استفاده ازشون راحت‌تر باشه، محصولات شما دریافتش راحت‌تر باشه، بازگردوندن اونها راحت‌تر باشه. یک شرکتی هست در آمریکا که زپاس نامیده می‌شود. این شرکت زپاس شرکتی است که کفش میفروشه به صورت آنلاین، و از یک ایده کار شروع شد و الان بیش از $1 میلیارد فروش داره. در طی 10 سال تونست به این حجم فروش برسه و مالک اون به یکی از پولدارترین و سودمندترین مردان دنیا تبدیل شد. کاری که این شرکت انجام میده اینه که شما میتونید کفش رو از هر شرکتی در دنیا سفارش بدید، هر شرکتی در دنیا کفش داشته باشه، و این شرکت زاپاس کفش رو روز بعد در خونه شما تحویل میده. در بینش شوخی میمونه در بسیار بازارها، اما اونها میگویند که اگر که شما یک جفت کفش رو سفارش دادید تا 5 بعد از ظهر امروز، ما این کفش رو تا فردا صبح بهتون تحویل میدیم. در واقع اونها اینقدر سریع این کار رو انجام میدن که میگویند وقتی که شما کفش رو کلیک کردید باید بدوید دم در، برای که کفش دم درتون رسیده تا اون موقع. اینقدر سریع تحویل میدن محصول رو، و اونها برای این هم خیلی معروفن. به همه به اونها میگویند که اگر که شما بخواید هرچی هر جفت کفش رو بخرید از بازار، چه زن چه مرد، چه کفش زنونه چه کفش مردونه، اینو باید حتما از زاپاس بخرید. و اونها اینقدر این محصول رو سریع، کفش رو سریع تحویل میدن و تضمین هم میکنن. این تحویل مجانی هست، و اگر هم خوشحال نبودید یعنی کفش میتونید مجانی هم کفش رو برگردونید. کفش رو میتونید برگردونید، هیچ هزینه شما تحمیل نخواهد شد، و اونها هزینه حمل و نقل این امر رو به شما میدهند. و از یک ایده شروع کردن که کفش رو سریع تحویل بدن، و به این ترتیب تونستن یک کسب و کار $1 میلیارد فروش در سال رو ایجاد بکنند. و شرکت های چینی، یک فرد چینی آمریکایی هست که میگوید که ما در کار خوشحالی هستیم، ما در حقیقت خوشحالی و خرسندی رو میفروشیم. ما کفش استفاده میکنیم و کفش امریه که خوشحالی رو برای مردمون ایجاد میکنه. ما در حقیقت کفش موضوع کار ما نیست، موضوع کار ما این هست که شما رو مشتریم رو خوشحال کنیم. ارسطو 750 سال قبل از میلاد مسیح گفتش که هدف نهایی همه رفتارهای انسانی این هست که خوشحال باشند. هر آنچه که ما انجام میدهیم، هدف ما این هست که بتوانیم رضایت ایجاد بکنیم دست آخر این فرایند. چه میخوایم چیزی بخریم، چه میخوایم چیزی بسازیم، چیزی تولید بکنیم، هدف ما آخرش این هست که خوشحال باشیم، خرسند باشیم، رضایت وجود داشته باشه. پس اگر که شما شرکتی داشته باشید به نحوی، معناش این هست که شما در کسب و کار ایجاد رضایت هستید. شما کارتون اینه که مردم رو راضی نگه دارید، خوشحال کنید. یکی از بهترین مثال‌ها شرکت والمارت هست. شرکت والمارت بزرگترین خورده فروش آمریکاست. یک زنجیره خورده فروشی است و 11,000 تا فروشگاه در آمریکا دارند. و این اولین شرکتی خواهد بود که میتواند به سطح فروش $1 تریلیون برسد. در طی یک سال آینده به این سطح خواهد رسید. $1 تریلیون فروش خواهد داشت. علت امشیه اینه که مشتریاش راضی نگه میداره، خوشحال نگه میداره. با یک فروشگاه کار خودشون رو در یک شهر روستایی کوچک شروع کردن، و بنیانگذار این شرکت فلسفهش این بود که مشتریانش باید خوشحال باشند، راضی باشند، و متمرکز شد برابر این، متمرکز کرد تمام کارکنان خودش رو بر این امر که باید مشتریانتون راضی نگه دارید، خوشحال نگه دارید. و مشتریان میپرسید که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که تو رو راضی نگه داریم، خوشحال نگه داریم. و اگر که الانم خوشحال راضی هستی، چه
کاری میتونیم بکنیم که حتی خوشحالترت هم بکنیم دفعه بعد. دفعه بعدم خوشحال نگرت داری وقتی میخوای خرید بکنی و دائما این سوال رو از میپرسید که چیکار میتونیم که تو رو خوشحال راضی نگه داریم امروز، چگونه میتونیم کاری بکنیم که تو فردا هم خوشحال راضی باشی. و این و به این ترتیب استانداردهای خودشون هی بالاتر و بالاتر بردن، هیچ وقت متوقف نشدن. بیشتر شرکت ها متاسفانه خیلی تلاش میکنن که موفق باشن و بعد دیگه در حد مسطح میمونه رفتارهاشون. پس بزرگترین دشمن موفقیت در کسب و کار چیست؟ بزرگترین دشمن عبارت است از حوزه راحتی، که احساس راحتی بکنید. مردم بعد مدتی احساس می‌کنن که راحتن در اون ساعتی که هستن، در اون کاری که به روش‌های قدیمی انجام می‌دادند، و بعد این هم باعث میشه که یواش یواش کند بشن و بعد رو به پایین بره، کارهایشون پایین بره و بهتر نمیشه کارشون، و علاوه مقاومت هم می‌کنن در مقابل هر گونه تغییر و بهبود در عملکردشون. و به این ترتیب مردم وقتی که در این حد معینی رضایت پیدا کردن دیگه خودشون متوقف می‌کنن. و مطالعاتی که در طی 24 سال گذشته در ارتباط با موفقیت صورت گرفته است یافتند که مردم خیلی تلاش میکنند موفق باشند برای چند سال اول، ولی بعد دیگه در وارد این حوزه راحتی میشوند و مقاومت میکنند در مقابل هر گونه تغییری. بنابراین اگر که شما میخواهید تغییر انجام بدید در طی ماه و سالهای آینده که بخواهید جزء فرصت بهتری شرکت شوید و بهتری شرکت های دنیا شوید، به این ترتیب شما در حقیقت در یک سطح خیلی خوبی کار خودتون رو شروع کردید. من خدمتتون عرض کردم که 11,000 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت، شرکت‌های خیلی خوبی بودند که شرکت‌های عالی شدند و متوجه شدند که 7 تا کیفیت در این شرکت‌ها مشترک بوده است و این مطالعه بسیار جالبی بوده است. یکی از سوالاتی که پرسیدند این بود، گفتن برای اینکه موفق باشید شما باید بپرسید یک سوال خیلی جدی رو، خشنی رو، باید یک سوال خیلی سختی رو بپرسید، باید سوالاتی رو بپرسید که موجب بشه شما احساس ناراحتی بکنید، سوالاتی رو بپرسید که شما خیلی خوشتون نمیاد. اولین سوالی که باید بپرسید این هست که اگر که هدف شما این هست که یک شرکت عالی باشید، که هدف قاعدتاً شما هم هست، این هست که چرا الان یک شرکت عالی نیستید؟ پس هدف شما این بوده شرکت عالی باشید، چرا حالا نیستید؟ از این شرکت های پارسدگان، از این پارسد بهترین شرکت دنیا میپرسید که خب اگه شما هدف این هست که شرکت عالی باشید چرا الان نیستید؟ پس دلیلش چی؟ این سوال خیلی خوبیه که بپرسید چرا پس شما شرکت عالی نیستید. و اغلب این برمیگرده به شخصیت، خیلی وقتا هم برمیگرده به ایگو و اینکه افراد تلاش میکنند که به اینکه در حقیقت اون تغییرات لازم رو ایجاد نمی‌کنن، گاهی اوقات اون استعداد لازم رو اون افراد کلیدی در شرکت ندارن، ولی برمیگرده به نفسانیت. اگر که شما واقعا می‌خواهید که واقعا از لحاظ فیزیکی کاملا فیت باشید، کاملا در وضعیت خوبی باشید، خب چرا نیستید؟ اگر که شما شرکت عالی باشید چرا الان اون شرکت عالی نیستید؟ شرکت های دیگه در مقایسه با شما چه چیزی دارن که شما ندارید؟ چه کاری شما باید انجام بدید برابر اینکه بتونید شرکت عالی باشید؟ و اغلب مواقع فقط یک کار هست باید انجام بدن، فقط یک تغییر کوچیک لازم هست اغلب مواقع تا بتونید شرکت عالی باشید. وقتی من با مالکین کسب و کارها کار می‌کردم، من دنبال راه و روش‌هایی بودم که اونها روش عملیات خودشون رو تغییر بدن تا بتونن تبدیل شدن به کسب کارهای عالی. و من به این شرکت ها کار کمک میکردم که به قدری عالی شوند در مدتی آنچنان کوتاه که متعجب میشدند در تغییراتی که میتونستن در طی یک سال ایجاد کنند. من در سوئد بودم حدود 3 یا 4 هفته پیش، داشتم صحبت میکردم. دو بار در سال من به سوئد میرم، یک جلسه عمومی داشتم و عنوانش بود یک جلسه 2 روزه مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، و یک در حقیقت اختراع مجدد مدل کسب و کار رو من ارائه میکردم. گفتم چگونه میتوانید شما مجدد کسب و کار خودتون رو اختراع بکنید، به همه اجزاء کسب و کار خودتون توجه داشته باشید و اون رو مجدد رو اختراع بکنید، تمام کار خودتون رو به عنوان یک اجزای موتور توجه بکنید، اون رو تبدیل بکنید به اجزای خودش، تجزیهش کنید به اجزای خودش و ببینید که آیا هر یک از این اجزا همچنان عالی هست، همچنان اونقدر خوب کار میکند، آیا واقعا اون نتایجی که انتظار دارید از اون جزء به دست میآورید. و این در حقیقت کار با مردم رو هم ایجاب میکند. یکی از موانع بزرگ موفقیت شما این هست که شما گاهی اوقات افرادی رو دارید که به شما نمیتونن کمک کنند که موفق باشید، گاهی اوقات افراد نامناسب رو سر کار دارید،
جدیدی قانونی وجود داره که من سالها پیش آموختم و این قانون این بود که مردم تغییر نمی کنند. مردم شخصیتی دارند که معمولاً ثابت میشه بعد مدتی، مثل بتون، و در سن 50-60 سال 15-16 سال این شخصیت ثابت میشه و اونها مقاومت میکنند در مقابل تغییر، اجتناب میکنند از تغییر. ممکنه راجع به تغییر صحبت بکنند ولی درش در برابرش مقاومت میکنند، انتظار نداشته باشید پس مردم تغییر بکنند. مردم تغییر نخواهند کرد و بسیار اعجاب آور هست که چقدر ایجاد نارضایتی میکنه و نومیدی میکنه، چون که مردم فکر میکنند فرد دیگری تغییر خواهد کرد و فرد متفاوتی خواهد شد و خیلی از مردم به من نگاه میکنند و در برابر این امر مقاومت میکنند. میگن منظورت چه؟ مردم نمیتونن تغییر نمیکنن، مردم میتونن تغییر کنند. کی میگه مردم نمیتونن تغییر کنند؟ به محض اینکه اونها مهارت های جدید رو یاد بگیرن تغییر میکنن، ولی اونها مهارت جدید رو فقط میخونن اگر که شایق باشن به اینکه مهارت جدید یاد بگیرن. اگر که شایق نباشن مهارت جدید یاد بگیرن، حتی اگر به دوره آموزشی بفرستید کتابی به اونها بدید، اونها نخواهند خوند، اونها اون رو جذب نمیکنند. کتابی را اگه به اونها توصیه بکنید به اونها بدید، اون اگر حتی کتاب خیلی خوبی هم باشه، از اونها یه ماه بعد یه هفته بعد بخواید که آیا اون کتاب رو خوندی؟ اونها هیچ وقت کتاب رو نخوندن. میگن که من کتاب رو یه موقعی خواهم خوند ولی هیچ وقت نمیخونن. پس میبینید که این افراد حاضر نیستند بهتر شوند، تغییر کنند. این مثالی که من استفاده میکنم، مثال استفاده میکنم و میگویم فرض کنید یک فردی رو داری که برای تو کار میکنه که خیلی فرد مناسبی نیست، مشکل هست، یه فرد مشکل زاییه. پس باید بپرسید از این فرد، از این فرد باید بخواید که رنگ چشش رو عوض بکنه. به این فرد میگید که ببین من از رنگ چشش تو خوشم نمیاد و فکر میکنم تو آدم خوبی هستی، ولی ازت میخوام که این هفته آخر هفته بری خونه و رنگ چشم تو عوض کنی تا به این ترتیب من از رنگ چشم تو بیشتر خوشم بیاد، راضی باشم. اگر این حرف رو به کسی زدید سرش رو تکون میده، میگه حتما دیوونه اید. این که امکان نداره که آدم تو رنگ چشم رو عوض بکنه و این امکان هم وجود نداره که اون مبنای شخصیت رو تغییر داد. گاهی اوقات یه معجزه البته اتفاق میفته. یک کسی یه موقعی گفتش که معجزه اینطوری نیست که اتفاق نیفته، فقط بحث اینه که نمیتونی روش حساب بکنی که کی اتفاق میفته. و یه کتابی بود که 2 یا 3 سال پیش چاپ شد در ارتباط با فروش و بازاریابی. عنوان کتاب عبارت بود از اینکه امید گزینه نیست، شما نمیتونید رو امید حساب بکنید. به عبارت دیگر شما نمیتونید برای موفقیتتون رو امید تکیه بکنید که یه نفری تغییر بکنه، شرایط تغییر بکنه و یا اینکه رقبای شما تغییر کنند. برای این امور که نمیتونید تکیه بکنید. و من یه دوستی دارم که در یک دانشگاه بسیار مهمی تدریس میکنه، یه سخنرانی داشت اخیرا در برابر گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاه و از اونها پرسید که من چه کاری باید انجام بدم یا نباید انجام بدم تا اینکه موفق باشم. و اونها بهش گفتند فقط به خاطر داشته باش که 3 تا کلید برای موفقیت هست برای بقیه عمرت، و این 3 نکته کلیدی عبارتند از رقابت همیشه رقابت، به مانند اینکه در ورزش فعالیت داری و همیشه به رقابت نگاه میکنی، باید همیشه راجع به رقابت فکر بکنی. وقتی که من 15 سالم بود شروع کردم به یادگیری رهبری در امور نظامی. سالها و سالها به مطالعه ایران پرداختم و کوروش کبیر یکی از اصلی ترین رهبرانی بود که من مطالعه میکردم. من یک کتاب دیگر هم بود در ارتباط با کوروش مطالعه میکردم، چند ماه پیش بود این کتاب رو مطالعه کردم و این کتاب صحبت میکرد در مورد اینکه کوروش چگونه در شرایطی بسیار پیچیده قادر بود که تبدیل شود به یک رهبر عظیم و یک امپراتوری عظیم را ایجاد کند. او توانایی را داشت که سازماندهی کند و هماهنگ کند گروه های بزرگی از مردم و قبیله های بزرگی از مردم، و به این ترتیب کوروش مردی عظیم در تاریخ شد. من مطالعه می کردم امپراتوری را، امپراتوری داریوش را، داریوش اول و داریوش دوم رو، و بعد به مطالعه امپراتوری اسکندر پرداختم، اسکندر مقدونی، و کوروش رو بنابراین برای سالها من مطالعه کردم و متعجب شدم که فهمیدم که امپراتوری ایران از یک قبیله خیلی کوچیکی شروع شد و بعد با انجام تغییرات بسیار عظیمی توانستند ایجاد کنند بزرگترین امپراتوری دنیا رو،
و فتح کردند زمین ها و قلمرو های عظیمی را و برای صدها سال این قلمرو را نگه داشتند. فوق العاده بود این امر و من یکی از بزرگترین تحسین کنندگان کوروش هستم. ولی در این حال آنچه که من آموختم این بود که امپراتوری ایران سالها پیش یکی از بزرگترین امپراتوری های دنیا بوده است و در حقیقت امپراتوری فارس امپراتوری ایران بود که سرنوشت روم را تعیین کرد سالها بعد و آنها انقدر تغییرات ایجاد کردند، انقدر کارها انجام دادند که روم قادر به انجام اون نبود، روم قادر به انجام اونها نبود به مانند ایران و بسیاری از امپراتوری های دیگر هم بودند. ولی امپراتوری ایران بسیار تعجب آور اعجاب آور هست و من بسیار در مورد کسب و کار هم آموختم با توجه به مطالعه‌ای که بر روی تاریخ ایران داشتم. یکی از اموری که من آموختم یا یاد گرفتم این بود که فقط 4 راه وجود داره که شما میتوانید کسب و کار خودتون رو تغییر بدید. فقط 4 راه وجود داره که شما میتونید زندگیتون رو تغییر بدید و این 4 راه خیلی ساده هستند. ولی هر گونه تغییری اگر بخواید ایجاد بکنید و اگر که شما بخواهید که تبدیل شوید به یکی از بهترین شرکت‌ها در دنیا، شما لازم هست که یک یا چند تا از این 4 کار رو انجام بدید. یک، باید یک سری کارها رو بیشتر انجام دهید. برخی از یک سری کارها هستن که شما باید از اونها بیشتر انجام دهید. یک سوالی که شما باید در هر جلسه ای بپرسید وقتی که مشکلاتی وجود داره، معکوس‌کاری هایی وجود داره و مانند اینها، باید ببینید که چه کاری رو باید بیشتر انجام دهید. این سوالی که باید بپرسید به نظر سوال منطقی میرسه، ولی اینطور نیست. اغلب مواقع روشن هست که باید چه کاری انجام بشه، ولی مردم اون رو انجام نمیدن. مردم به تأخیر میندازنش، به تعویق میندازنش. راجبش صحبت میکنن، میگن باید این کار انجام بشه ولی کار دیگه انجام میدن. باید ببینید که چه کارهایی هست که باید بیشتر از اون انجام بدهید. من وقتی که میبینم شرکت ها مشکل دارن، میبینم که اونها خیلی جالبه، میان و یک سری شرکت های مشاوره ای رو استخدام میکنن. مک‌کنزی که این شرکت هایی بود که استخدام شد برای که این شرکت های بزرگ و این شرکت عظیمیه، جالبیه، اعجاب آور، یه شرکت مک‌کنزی. این شکایت میاد مشکل شما رو تجزیه تحلیل قرار میده، هدف شما رو تجزیه تحلیل قرار میده و بعد میاد شرکت شما رو از جنبه های مختلف مطالعه میکنه و بعد میاد سراغ شما و به شما میگه که دقیقاً شما چه کاری باید انجام بدید تا اینکه بتونید به هدفتون دست پیدا کنید. و شرکت خودتون رو نجات بدید اگر که در خطر مالی قرار داره و همیشه هم درست میگن، همیشه حق با اونهاست. و بنابراین اومد این شرکت مک‌کنزی و مورد تجزیه تحلیل قرار داد آی بی ام رو و به آی بی ام یک گزارش کاملی ارائه دادن و 3 میلیون دلار یا یورو از اونها طلب کردن به عنوان حق و زحمه برای تسلیم این گزارش. و این گزارش آی بی ام رو از یک شرکت 1.1 میلیارد دلار ضرر در طی یک سال 1991 به یک شرکتی تبدیل کرد که 1.6 میلیارد دلار سود برد در 1992 سال بعد. و بسیار این امر اعجاب آور بود. این شرکت با صرفا این توصیه ها مثل یک کشتی از این رو به اون رو شد و هیچ کس، همه فکر میکردن که این شرکت دیگه ورشکست شده، دیگه تمومه و دیگه نمیتونه نجات پیدا کنه، در حالی که به این ترتیب موفق شد و این مشاور شرکت و رئیس این شرکت شرکت رو کاملا متحول کرد. یکی از کارهایی که اونها انجام دادند این بود که قانون سگانه رو اعمال کردند، اجرا کردند و به تک تک افراد کمک کردند تعیین کنند که 3 تا مهمترین وظیفه‌شون چی است و اینکه بر روی اون 3 تا کار اغلب مواقع کار کنند. دومین کاری که انجام دادند که خیلی جالب بود این بود که آنها به اجرای امری پرداختند که به آنها میگفتند قاعده 75%. قاعده 75% معناش این هست که اونها نگاه کردند به فعالیت های فروش و بازاریابی، به فعالیت های بخش فروش و بازاریابی، مدیر فروش و بازاریابی و کسانی که در اون بخش کار میکردند و از اونها پرسیدند که بگید که چطوری از وقتور استفاده میکنید و اونها متوجه شدند که تحت مدیر قبلی که مهندسانی وجود داشتند و افراد اداری وجود داشتند، همه وقت خودشون رو یا اغلب وقت خودشون رو در دفتر صرف میکردند و با همدیگه صحبت میکردند، برنامه ریزی میکردند و غیره و غیره. پس او یک برنامه زمان‌بندی جدید رو برای کار تنظیم کرد و قانون 75% رو نوشت و از این زمان به بعد هر فروشنده‌ای
75% وقتش رو باید صرف میکرد که با مشتریش صحبت کنه. 75%ش باید صرف صحبت با مشتری میشد، نه صحبت با دیگر افرادی که تو شرکت بودن. پیتر دراکر یک ملاحظه خیلی جالبی داشت و گفتش که فروشی که تو دفتر که صورت نمیگیره، هیچ گونه نتیجه در کار در دفتر حاصل نمیشه، هیچ گونه سودی در دفتر وجود نداره، همه نتایج و همه سودها بیرون دفتر صورت میگیرند از طریق فروش به مشتری. و بنابراین اصرار داشتند که فروشندگان 75% وقت خودشون رو در رو صرف صحبت با مشتری بکنند و فقط 25% وقت خودشون رو به کار کاغذبازی، برنامه‌ریزی و گزارش نویسی و غیره بپردازند. و مدیر فروش هم 75% وقت خودش رو صرف صحبت با فروشندگان میکرد که با مشتریان صحبت میکردند و بدین ترتیب اونها شرکت رو متحول کردند، چرا که توانستند افراد فروشنده رو در این شرکت که مسئول فروش شرکت بودند رو متحول کنند. و بنابراین 75% یا بیشتر اون رو باید صرف صحبت میکردند. قاعده من 80% هست، 75% یا بیشتر وقت فروشندگان باید صرف صحبت با مشتریان شود دائما، و این باعث تحول شرکت شد. یک داستان خیلی معروف است از یک شرکتی که دچار مشکلات بسیار جدی شد به نام دلیلی مشابه. اونها افراد بوروکرات داشتند، حسابدار داشتند و مدیران اجرایی داشتند که و مدیران ارشد اجرایی که اینا هم افرادی بودند حالت اداری و اینها. بنابراین اینها شرکت دچار مشکلات جدی شد و اونها یک رئیس جدیدی رو منصوب کردند و یک معاون رئیس جدید منصوب کردند تا با مردم صحبت کنند و اعلام کردند یک روش جدیدی را برای عملیات شرکت. این اعلام روز دوشنبه صبح صورت گرفت. همه آمدند قبل از کار به اتاقی بزرگ به مانند این، یک علامتی روی دیوار بود و یک کاغذ بزرگی بود حالت پرده، اینجا علامتش یه پرده یک کاغذ بزرگ رو پوشش داده بود. وقتی اومدن اینها گفتند که میدونید که شرکت ما دچار مشکل هست و برای همین روش عملکرد رو و کارهایی رو که در شرکت انجام میگیرن از حالا به بعد تغییر خواهیم داد. و اونها اومدن اون علامت رو پرده برداری کردند، سه تا کلمه گنده روی اون بزرگ روی اون کاغذ بود: فروش اول میآید. و این معناش این هست که افراد بخش فروش مهمترین افراد هستند در این فروش، در این شرکت از حالا به بعد همه چی متمرکز خواهد بود بر روی فروش، بر روی افرادی که در بخش فروش هستند. و این شرکت متحول شد و تبدیل شد به یک موفقیت بزرگ، چرا که همه در این شرکت راجب فروش فکر میکردند. از اون موقع به بعد افراد بخش فروش بیشترین حقوق رو میگرفتند و بهترین پاداش رو میگرفتند و بهترین مزایا رو میگرفتند و در نتیجه فروش به شدت افزایش پیدا کرد، افزایش یافت فقط با این تغییر کوچک و اینکه به فروش اولویت دادند. و هر شرکتی که دچار مشکل میشود، خدمتتون عرض کردم 3 میلیون دلار هزینه کرد شرکت آی بی ام برای تحقیق و بررسی که چرا مشکل داشته است. و اون شرکت مکنزی برگشت و به اونها یک نتیجه گیری خیلی جالبی رو ارائه کرد و نتیجه گیری این بود که شرکت های موفق فروش بالایی دارند و شرکت های ناموفق فروش پایینی دارند و هر موضوع دیگری امری تکمیلی است. پس ذهن شما مثل یک اشعه لیزر باید متمرکز باشد بر روی فروش دائما. شما باید درباره فروش فکر کنید دائما. کلمه فروش باید همواره پیش روی شما باشد. باید با مشتریانتون صحبت بکنید دائما. و فروش اول غذا می‌خورد. افرادی که در بخش فروش هستند مهمترین افراد هستند و مدیر فروش بهترین افراد مهمترین افراد هست. چون که هر اتفاقی برای شرکت می‌افته به فروش بستگی داره. آنچه که اتفاق میفته این هست که مردم بعد از مدتی به قدری سرشون شلوغ میشه که به اداره شرکت میپردازن که چشمشون رو بر میدارن از مهم، از اهمیت فروش. تفکر در مورد فروش از همه مهمتر است. لازم است که دائما فروش صورت بگیرد. به هر حال بسیاری از روش های مختلف وجود دارد. همونگونه که خدمتتون عرض کردم 12 جزء مختلف وجود داره در یک مدل کسب و کار. و من در آموزش اختراع مجدد مدل کسب و کار همیشه میگویم یکی از مسائلی که خیلی مهم هست ارائه خدمات به مشتریان هست. ما 2 سال وقت صرف کردیم و برای این امر مطالعه کردیم. آنچه که به آن رسیدیم این بود که حدود
یک یورو هزینه میبره برای که یک مشتری رو نگه داریم و اون رو خوشحال نگه داریم، ولی 5 یورو خرج برمیداره تا یه مشتری جدید رو بتونید برای اولین بار جذب کنید. و بیشتر شرکت ها بیشتر وقت خودشون و پول خودشون رو صرف میکنن برای که مشتری جدید رو جذب کنند و آگهی میکنند و دنبال این هستن که مشتری جدید رو جذب کنند، در حالی که اصلا فکر نمیکنند که مشتری خودشون رو چگونه خوشحال کردند و مشتری مجدد سراغ اونها آمده است. در اصلا هدف کسب و کار چیه؟ هدف یک کسب و کار اینه که شما جذب کنید یه مشتری رو و اون رو نگه دارید. هدف یک کسب و کار اینه که یک مشتری رو جذب کنید تا محصول شما رو برای اولین بار خرید بخره. دومین هدف یک کسب و کار این هست که مشتری رو راضی نگه دارید. همه هدف یک کسب و کار حفظ رضایت مشتریه، هیچ چیز دیگری مهم نیست. اگر که شما مشتری رو جذب کردید ولی راضی نگرش نداشتید، خب وقتتون رو تلف کردید، پولتون هم تلف کردید، چون که این هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت که مشتری جدیدی رو جذب بکنید تا اینکه بخواید سودی رو ببرید. بنابراین همیشه باید توجه داشته باشید به این فروشی که میخواید داشته باشید. چه کاری میتونید بکنید تا اینکه مشتریتون رو انقدر راضی نگه دارید که مجدد به سراغ شما بیان و مجدد از شما بخرن؟ پس بنابراین آخرین اندازه‌گیری، معیار اندازه‌گیری برای رضایت مشتری، ارجاع دادن بقیه هست. اینقدر به مشتریتون راضی باشه که بقیه مشتریان هم بیارن سراغ شما و شما در حقیقت اینجا یک زنجیره طلایی دارید از مشتریان. هر مشتری جدید یه مشتری دیگه براتون میاره و یه مشتری دیگه میاره. بنابراین این شرکت که در استکهلم بود که من داشتم راجعتون صحبت میکردم برای شما، یک شرکت متوسط های تک بود و این شرکت یک استراتژی رو در داخل خودش ایجاد کرد که ارجاع داده شوند مشتریان، هر مشتری رو انقدر خوشحال نگه دارند که افراد دیگر رو ارجاع بدن به این شرکت. بدین ترتیب در کسب و کار، و من میدونم شما با خیلی از این مفاهیم آشنا هستید، یه خود با من صبر داشته باشید، من رو تحمل کنید. یک کتابی هست از خوب به عالی، تحت عنوان از خوب به عالی. متوجه شدن در این کتاب که شرکت ها معمولا یک عددی رو انتخاب می کنند، یک عددی رو که از هر عدد دیگری مهمتر باشه برای اینکه موفقیت شرکت رو پیش بینی بکنه. و هر بخش شرکت هم یک شرکتی داره، شاید 5 یا 6 شرکت شماره رو هم دیگه وجود داشته باشه و این شرکت میتونه از این 5 شماره استفاده بکنه و روی اون متمرکز باشه. هر روز به اون عدد میتونه نگاه بکنه، گاهی اوقات به این عدد نگاه میکنه در تمام طول روز، گاهی اوقات به این عدد نگاه میکنه یعنی تعداد فروش در طی روز، در طی ساعت. و این عدد تعداد فروش عددیه که همیشه باید بهش نگاه کرد. اولین سوالی که ما میپرسیم از شرکت این هست، و این بزرگترین شرکت دنیا هم بود که عدد تو چیه؟ عددی، اون یه عددی که تو در نظر داری که بیشتر از همه موفقیت تو رو پیش بینی میکنه چی هست؟ و نتیجه‌گیری که به اون رسیدن این بود که تکرار بکن و ارجاع بیشتری داشته باش. انقدر بیا مردم خوشحال باشن تا اینکه افراد دیگری رو به تو ارجاع بدن تا محصول تو رو بخرن و به این ترتیب این عدد تو میره بالا. هیچ هزینه ای برای تبلیغ لازم نیست به این ترتیب هزینه بکنی اگر که مشتری تو خوشحالن و بقیه رو به تو ارجاع میدن. اگر که مشتری انقدر خوشحال هست، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، هزینه برابر این جذب مشتری جدید خیلی پایین خواهد بود. هزینه تبلیغات بالاست، هزینه ارائه تخفیف بالاست، ولی هزینه ارجاع از طریق مشتریان قبلی خیلی بالا نیست. پس برای این شرکت که در استکهلم بود، رفت سراغ بقیه کارکنانش و گفتش که از حالا به بعد ما فقط روی یک عدد متمرکز خواهیم بود از حالا به بعد، و اون عدد عبارت از این بود خواهد بود که چه تعداد از مشتریان ما مشتریان بیشتری رو به ما ارجاع خواهند داد، چه تعداد از مشتریان ما مشتریان دیگر رو به ما ارجاع خواهند داد و ما رو به بقیه دوستانشون معرفی خواهند کرد و مشتریان دیگر معرفی خواهند کرد. و اگر وقتی ما فروشی داشتیم، زنگ میزنیم و از اونها میپرسیم که آیا راضی بودند یا خیر، و میپرسیم که چگونه میتونیم به اونها کمک بکنیم که راضی تر باشند، و زنگ میزنیم و ازشون میپرسیم که آیا اونها ما رو به دوستانش رو ارجاع خواهند داد یا خیر، به دیگر مشتریان ارجاع خواهند داد یا خیر. و به ترتیب همه کسانی که در شرکت بودند این عدد تک رو برای خودشون داشتن و این عدد فردی تبدیل شد به عدد جمعی شرکت، یعنی که چه تعداد افراد ارجاع داده میشه به شرکت. و در طی یک سال با این تمرکز و با این وضوح و با این روشنی که بر امر ارجاع افراد توسط مشتریان بود، فروش این شرکت 15 برابر افزایش پیدا کرد و این شرکت یکی از
سریع‌ترین یکی از شرکت‌هایی شد که داره سریع‌ترین رشد بود در میان شرکت‌های مشابه خودش در اروپا و به این ترتیب مشتریان های مرتب مشتریان جدید رو به اینها ارجاع می‌دادن و راستی یک سودآورترین شرکت در دنیا امروز کدومه می‌دونید؟ همه می‌دونن. مثل معجزه میمونه و آیفون اون شرکت آیفون وقتی که اولین بار به بازار عرضه شد و اعلام کردند حضور اون رو در سان فرانسیسکو در سال 2007 دو تا بزرگترین شرکتی که در دنیا بودن نوکیا بود. نوکیا در فنلاند هست و بلک بری که در کانادا هست. بلکبری 49% سهم بازار رو برای تلفن‌های موبایل داشت و نوکیا هم 50% فروش بازار رو در اختیار داشت. این تلفن جدید رو اپل اعلام کرد و مدیران اجرایی این دو تا شرکت در اون حوزه راحتی خودشون بودند، توجه نداشتند به اینکه کار خودشون رو بهتر بکنند. بعد در حالی که این تلفن جدید که اومد با هر تلفن استانداردی متفاوت بود که همه تلفن بلکبری و نوکیا می‌خواستند و میگفتند که تلفن‌های ما اینقدر خوبند که هیچکی تلفن دیگه‌ای رو دنبالش نمیره و گفتند که تلفن مثلا اپل رو کسی نمی‌خواد که پر از اپ و دکمه نداره و صفحه است و اینا. پس کاری که اونا کردن این بود که نادیده گرفتن این تحول جدید رو، یعنی حضور آیفون رو. و سال بعدش گفتن که بابا اینکه یه اسباب بازی برای بچه ها، برای نوجوانا و فقط محبوب خواهد بود برای مدت کوتاهی. ولی در واقع تلفن بلک بری که رهبر تلفن های موبایل در دنیا بود، هزینه خودش رو، هزینه تحقیق و توسعه خودشون رو در حد 50% کاهش دادن سال بعد. بعد از اینکه تلفن آیفون اپل عرضه شد، و اونو گفتن ما لازم نداریم که در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری بکنیم، ما بهترین دنیا هستیم، مردم عاشق بلک بری هستند و ما خیلی محبوبیم و لازم نیست نگران رقبا باشیم. 5 سال بعد بلک بری ورشکست شد، از 49% سهم بازار به کمتر از 1% سهم بازار در فروش رسید، فقوط کرد، ساقط شد. و شرکت نوکیا چی؟ اونم ورشکست شد، از 50% حجم بازار به 1% رسید سهم بازارش در طی 5 سال. حالا اپل چی؟ محبوب ترین تلفن دنیاست. من نمیدونم که آیا شما اپلی خریدید وقتی که عرضه شد. من در حوزه راحتی خودم بودم. من اون موقع عادت داشتم بلک بری خودم رو استفاده بکنم و خانواده من، همسرم، بچه هام، کارکنان من همه رفتن اپل خریدن و همه گفتن که ما باید اپل فون بگیریم. گفتم من نه، من بلک بری دارم. من به اونهای دیگه گفتم که نه، این تلفن خوبی، مشکل نباش ندارم. اونا گفتن که نه 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 نه، بلک بری الان دیگه انباد افتاده، آینده این آیفونه. و 4-5 سال طول کشید تا اینکه من نهایتا رفتم یه دونه آیفون خریدم و گفتم نمیدونم چطوری باید استفادهش بکنم، چون من خودم توی اون حوزه راحتی خودم گیر کرده بودم، اون تلفن قبلی عادت کرده بودم. گفتن انقدر راحت استفاده این تلفن که حتی لازم نیست که دستورالعملش رو بخونید. و یکی از کارکنان من اومد گفتش که بابا اینطوری استفاده می‌کنی، بیپ بیپ دینگ دینگ بانگ بانگ، و به این راحتی میشه از این تلفن استفاده کرد. و من هیچ وقت به دستورالعمل تلفن نگاه نکردم. این یکی از عجیب‌ترین محصولات بود. مثل یک کودکی که در کریسمس کادوی خاصی گرفته، من با خوشحالی اونجا رو ترک کردم و بعداً یه اپل دیگه خریدم و بعدش هم باز یه اپل دیگه، سومین اپل خودم رو خریدم. به هر حال سال گذشته، نمیدونم اوایل این سال بود، پرسیدم که چند تا تلفن اپل فروخته شده تا سال 2017 و جواب عبارت بود از این که تا به الان 660 میلیون تلفن فروختن. الان تلفن جدید داره عرضه میشه و 1,000 یورو قیمتشه و همین حالاش هم فروختن. اصلا دیگه تلفنی وجود نداره تو بازار تا 6 ماه آینده، انقدر محبوبه. اما مهمترین آمار اینه که میخوام خدمتتون ارائه بکنم، اونها بین 700 تا 800 میلیارد دلار ذخیره دارند به صورت سود در بانک و سود اونها از هر شرکت دیگری بالاتر بوده. 700 تا 800 میلیارد دلار سود ذخیره دارند در بانک.
از استفاده کنندگان تلفن های اپل پرسیدن که چند نفر از شما قصد دارید که تلفن اپل جدید بخرید وقتی که به بازار میاد، چند تاتون میخرید؟ جواب 90% بود. 90% مشتریان قصد دارند که یک تلفن دیگه بخرند از اپل، و اگر که ازشون پرسیده بشه که چه تلفنی ازشون بپرسید چه تلفنی بخرن دیگران، بقیه میگن برو اپل بخر. اینها در حقیقت ارجاع میدن بقیه رو به اپل هم، و مردم تکرار میکنن بخرید اپل. معناش این هست که این شرکت اولی شرکتی خواهد بود که 1 تریلیون دلار ذخایر نقد در بانک خواهد داشت، ناشی از سود حاصله 1 تریلیون دلار. این از سود ناخالص داخلی بسیاری از شرکت ها بالاتر هست، از کشورها بالاتر هست. علتش چیه؟ علتش اینه که مشتریان خودشون رو راضی نگه می‌دارن. پس اگر که ما یک دایره کاملی رو طی بکنیم، وظیفه ما تهش این هست که مشتریان خودمون رو خوشحال نگه داریم، راضی نگه داریم. وظیفه ما این هست که اونها رو انقدر خوشحال راضی نگه داریم که باز از ما خرید بکنند مجدد و مجدد، و به دوستانشان بگویند و دوستانشون هم از ما بخرند بارها و بارها. و بدین ترتیب شما به خودتون بپرسید که نقطه تمرکز شما چیست. تمرکز و وضوح باید داشته باشید، وضوح باید داشته باشید که مردم بیان و از شما مجدد و مجدد بخرن و دوستانشون رو هم بیارن از شما بخرن. این باید هدف شما باشه، باید نقطه تمرکز شما باشه. همه باید دائم راجع به این موضوع فکر بکنند. هر روز در شرکت در استکهلم اونها وارد میشوند، یک جلسه دارند که اینکه چگونه بتونند ارجاعات بیشتری رو داشته باشند از سوی مشتریان خودشون. این خیلی فرق میکنه با محصولات شما. محصولات شما به صورت انبوه مصرف میشوند، من این رو میفهمم، ولی روش فکر باید این گونه باشد که شما اونجا حضور دارید برای اینکه مشتریان خودتون ازتون بارها بارها خرید کنند. این کلید تبدیل شدن به یکی از بهترین شرکت‌های دنیا هست، یکی از بهترین 500 بهترین شرکت دنیا هست. میتونید به این نقطه برسید اگر که شما هدفتون براتون روشن باشه، واضح باشه، و رهبری لازم رو داشته باشید و اطمینان پیدا کنید که همه در همین راستا فکر می‌کنند که مشتریان خود رو به مشتریان رو خوشحال راضی نگه دارند، به این موفقیت خواهید رسید. و گاهی اوقات می‌بینید که این کار سریع هم صورت می‌گیره. شما لازم محصولتون محبوب ترین محصول باشه، یکمی جذاب تر باشه نسبت به رقبا، از طریق اینکه برای مثال با سرعت بیشتری خدمات بدید به مشتریان خودتون. وقتی که سرعت خدمات رسانی رو بالا میبرید، این هم کمک میکنه. بر مشتریان شما میخوان پولدار باشن. شما اگر مشتری میپرسید چیکار میتونیم بکنیم بهتون کمک کنیم که خوشحال تر راضی تر باشی، اونها به شما میگن که چی میخوان. و وقتی که شما فهمیدید، شما کشف خواهید کرد که نتیجه 50 سال تحقیق چیست. اگر که عرضه کننده شما از شما بپرسه که چه کاری میتونه بکنه که شما رو راضی نگه داره و شما اون کار رو انجام بدید، اونها مشتری شما خواهند شد برای کل دنیا، کل عمرتون، و همیشه به شما وفادار خواهند بود. انقدر خوشحال خواهند بود که شما از اونها پرسید و به ترتیب اقدام خواهند کرد و مجدد بار میگردن به سراغ شما و از شما بیشتر بیشتر خرید میکنند. وقتی که شما یه مشتری رو به دست آوردید، شما مشتری رو نباید برای بقیه عمرتون و طول تاریخ از دست بدید. اون مشتری باید مشتری شما برای کل طول زندگیتون باشه و دائما به شما برگرده و محصول شما رو بیشتر بیشتر بخره و محصولات دیگه تون رو هم بخره که تولید میکنید و به اونها عرضه میکنید. بنابراین اینها افکار من هستند در امر کسب و کار. چیزی که من متوجه شدم این است که این عقاید واقعا کار میکنند، و چون که وقتی مردم این کارها رو انجام میدن به موفقیت بالایی دست مییابند. فقط متمرکز باشید برای مشتریان خودتون، اونها راضی نگه دارید. به مانند مردی که اون کسب و کار کفش رو شروع کرد، باید توجه داشته باشید که ما رضایت و خوشحالی رو میفروشیم در امر کفش، و شما میتونید همین حرف رو بذارید که با خوشحالی میفروشید. و به نحوی عمل کنید که بقیه هم بیان بقیه محصولاتتون رو بخرن. تمرکز شما اینجاست. به کسانی که با شما تماس میگیرن باید توجه داشته باشید که خیلی خوب باشون رفتار بشه. یه آخرین نکته و بعد شما رو راحت میذارم، و ایده های مختلفی رو من خدمتتون ارائه کردم که متحول میکنه شرکت های عظیم رو، میلیون دلاری رو. سالها پیش شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی دچار مشکل شد و تقریبا در حال ورشکستگی بود. آنها مدیر اجرایی سابق رو اخراج کردند که در اون حوزه راحتی خودش گیر کرده بود، و همه متمرکز بودند بر روی
اینکه بیان نهارهای اجرایی داشته باشن، نهارهای کلان، روزهای کاری، نهار با هم بخورن و غیر وزاره. یه نفر جدید رو گذاشتن سر کار به جای اون فرد قبلی که همش مشغول این کارا بود. این مثل یه عمو، یه پدر بزرگ بود، اومد و گفت ما میخوایم روش کسب و کار خودمون رو در اینجا تغییر بدیم. بعد از کارا به بعد مشتری در رتبه اول قرار خواهد گرفت و عبارتی رو ایجاد کرد که الان بخشی از عبارت‌های جهانی است، عبارت‌های جهانی خدمات مشتریان هست. و اون گفت این یک لحظه بیان واقعیت بود. هر وقت مشتری ما با یک نفر در شرکت صحبت میکنه، این لحظه واقعیت هست و اون لحظه واقعیت روشن میکنه که آیا این مشتری میخره یا نمیخره از ما، آیا بقیه رو هم دعوت میکنیم اینکه از ما بخرن یا خیر. بنابراین همیشه باید فکر بکنید که در اون لحظه واقعیت چه اتفاقی میفته و اون فردی که با شما تماس گرفته کیه. بنابراین توجه داشته باشید که هر کسی که با مشتری داره صحبت میکنه دیدگاه بسیار مثبتی داشته باشه و حمایت بکنه از مشتری و مشتری به این ترتیب همیشه خوشحال باشه و راضی باشه با هر کی که در شرکت شما صحبت میکنه و هر لحظه واقعیت مشخص میکنه که شرکت شما رشد خواهد کرد یا سقوط خواهد کرد. و این یکی از وظایف اصلی ما به عنوان مدیران اجرایی این هست که اطمینان پیدا کنیم که این لحظه واقعیت، لحظه گرمی و لحظه تشویق باشه و لحظه‌ای باشه که مشتری خودمون رو راضی نگه می‌داریم و بعد اونها به خونه میرن مشتریان و به خانواده‌شون در مورد تجربه‌شون صحبت خواهند کرد که با این شرکت داشتند، با یا بخشی از شرکت داشتند و خواهند گفت که این شرکت بهترین آدم‌ها در کل صنعت رو استخدام کرده و این باعث خواهد شد که شما بهترین و بزرگترین و سودآورترین شرکت در این صنعت شوید. و اگر که همه درباره شما فکر بکنن مبنی بر اینکه شما بهترین آدم‌ها رو استخدام کردید و هر بار که شما با کسی با این شرکت تماس میگیره به همین نحو به شیوه مثبت مورد برخورد قرار گیره و احساس خوشحالی بکنه، این شرکت رشد خواهد کرد. اگر که مشتری مشکلی داره بلافاصله باید اقدام بکنید تا مشکل اون رو حل کنید و باید با اونها بلافاصله تماس بگیرید. در پاس به ایمیل اونها باید بلافاصله پاسخ بدید تا اینکه اونها بدونن که هر وقت که کسی از شرکت خریدی میکنه حتما تجربه خوب و رضایت بخش برای مشتری خواهد بود. و وقتی مردم به این مرحله رسیدن که اونها حتما خوشحال راضی خواهند بود، اونها مشتری شما برای کل عمرشون خواهند شد و هر آنچه که شما عرضه میکنید رو خواهند خرید و بیشتر و بیشتر خرید خواهند کرد و بقیه اعضای خانوادهشون رو هم تشویق میکنن شما بخرن، دوستانشون رو تشویق میکنن شما بخرن و غیره و غیره. امیدوارم که این ایده ها به شما کمکی کرده باشد، چون که من فکر میکنم که شما همه نیتتون و بلند پروازی لازم رو دارید که یکی از بهترین شرکت ها باشید، سودآورترین شرکت ها باشید، بزرگترین رشد ها رو داشته باشید در صنعت خودتون و شما می توانید به این هدف برسید و خیلی هم سریع می توانید به این هدف برسید، چون که رهبری های خیلی خوبی دارید و مدیران اجرایی خیلی خوبی دارید و فلسفه خیلی خوبی رو دارید، ایده خیلی خوبی رو دارید برای آینده. پس من به شما همه تبریک میگم و چشم به راه دیدن شما هستم در آینده، همینجور که شرکتتون بیشتر و بیشتر رشد میکنه. خیلی ممنونم، مرسی. Thank you very much. Merci.